سلام و درود به سرویس خبری این ساعت از شبکه جهانی هزاره ورلد. با من بلقیس بهار و همکارم لاله رحمانی خوش آمدید. سرخط اخبار. رخشانه: طالبان تلاش‌های برای تغییر اجباری مذهب اسماعیلی‌های بدخشان انجام داده است. تیراندازی به مهاجران در ایران: 6 زخمی به نمروز منتقل شد. سقوط یک موتر از پل چوبی در اورسکان: 8 نفر جان باختند. شنود مکالمه های یک مشاور کارزار ترامپ توسط هکرهای چینی. و خبر اخیر این که وعده ترامپ بزرگترین برنامه تاریخ آمریکا برای اخراج مهاجران غیر قانونی را آغاز می کنم. مشروعی اخبار. رسانه رخشانه گزارش داد که طالبان در ولسوالی شغنان بدخشان برای پیروان مذهب اسماعیلی مدرسه جهادی ایجاد کرده است. طبق گزارش در این مدرسه ملاهای سنی مذهب طالبان برای کودکان ولسوالی عمدتاً اسماعیلی نشین شغنان کتاب‌های مذهب اهل سنت را تدریس می‌کنند. رسانه رخشانه در روز دوشنبه 7 اقرب به نقل از منابع خود گزارش داده است که این کار طالبان نوعی تلاش برای تغییر اجباری مذهب ساکنان این ولسوالی است که باشندگان اسماعیل مذهبند. در ماه میزان سال جاری ریاست معارف طالبان در بدخشان از تأسیس یک مدرسه به اسم امام حسین در مرکز ولسوالی شغنان خبر داد. رسانه رخشانه گزارش داده است که در این مدرسه بیش از 200 کودک پسر از باشندگان مذهب اسماعیلی این ولسوالی مصروف آموزش هستند. با آموزگاران این مدرسه هم سنی مذهبند و از مدارس بیرون شغنان استخدام شدند. اطلاعات تازه از تیراندازی چند قبل بر مهاجران اهل افغانستان در مرز پاکستان و ایران حاکی است که برخی از زخمیان این رویداد به نیمروز منتقل شدند. منابع صحی در نیمروز در گفتگو با هزاره ورلد امروز انتقال 6 زخمی را تایید می کند. در این نوار تصویری دیده می شود که یکی از زخمیان از ناحیه پا به شدت زخمی شده است. همزمان چند نوار تصویری که در اختیارمان قرار گرفته است نشان می دهند که برخی از زخمیان و جان سالم بدر بردگان در نزد ارتش پاکستان هستند. زمان ضبط این ویدیوها و وضعیت فعلی این مهاجران روشن نیست. یکی از این زخمیان می گوید که 8 زخمی دیگر و 2 کشته همراه آنان هستند. به گفته او 12 نفر دیگر مفقود هستند. 8 نفر زخمی داریم، 2 نفر هم مرده بودند. ما گروه 300 نفره بودیم، در مرز ما را تقسیمات کردن گروه 50 نفری. اونجا از مرز تیر میشیدیم، سر ما تیر باران کردن. 7-8 نفری در اینجا فعلا زخمی داریم. 3-4 روز میشه که گوشنه هستیم. خود پاکستان آمده در ما کمک کرد، از امارات اسلامی در زودترین فرصت میخوایم که در ما کمک کنه. اگر کمک نکنه ما اینجا خودم از گوشنگی از بین میریم. ولی چند تا شهیدای هم داریم، چند تا 4-5 تا زخمی هست. زودترین فرصت از امارات اسلامی میخوایم که در ما کمک کنه. ما هم زخمی شدیم خانم میدانی. خوبه یه همچنان زخمی بله منو چند نفر شما؟ ما اینجا و چهار تا شما اینجا در گروه نه هسته ایسد نفر؟ هسته نفر هره ما بوده و چند تا مردی چند تا زخمی شده؟ دو از دادانا گم هستن از دانم هشتا دا هستم اینجا زخمی دو دانا شهید اینجا گروه نگه که چند تا شهید بوده شهید یا؟ آه دو تا شهید شما دیگه زخمی کجایی؟ دیگه زخمی ده او نفر او اونجای؟ هشت تا زخمی هست، دو تا شهید دیگه شب اومد، دیگه شهید های دیگه هم پیش هست بگوید. آزاد هم بود. ما مسافران بودن که برگشتیم، اونا 3 روز میشه که اینجا از روز پنجشنبه این روز شنبه هست، اینجا منتظر هستن. از امارت اسلامی خواستار هستن که ما را اینجا بکشیم. ما شما ایران تروانو منگا دریسا و نپارو دریسا و نپارو نه منگا 15 نپاری تا تبدیل کو روانی کو مرد غاڑی تالتا سیده پو منگا مرموی شدید جنگی و که منگا ویشتلو بیادی خواه تراوارو تا دی پاکستان پاوتیانو منگ سر مرسا و که کومکی کو لیک سر منگ سر کومکو که منگا لدی جن پا خیر راو دو راسو خپل ملک تا بیخی گردیده نسو بیخی شدید تا
در پی سقوط یک موتر سواری از یک پل چوبی در ولسوالی گیزاب اروزگان 8 نفر جان باختند. منابع محلی میگویند که این رویداد ساعت 3 بامداد امروز دوشنبه 7 عقرب رخ داده است. به گفته منابع یک موتر نو لند کروزر که از اروزگان به طرف نیلی مرکز ولایت دایکندی در حرکت بود، هنگام عبور از یک پل چوبی بر فراز رودخانه هلمند در روستای کندوگک گیزاب به داخل آب سقوط کرده است. در تصاویر منتشر شده دیده می شود که پل شکسته است. واشنگتن پست گزارش داد هکرهای وابسته به دولت چین به جمع‌آوری صدای تماس‌های تلفنی برخی از مقام‌های آمریکایی اقدام کردند. طبق این گزارش، یک مشاور کارزار انتخاباتی ترامپ نیز در میان افرادی است که تماس‌هایش شنود شده است. رویترز هم روز گذشته گزارش داد که هکرهای چینی به گوش‌های افراد وابسته به کمپین کاملا هریس حمله کردند. مایکروسافت هم پیشتر در گزارشی نوشت که ارتش ربات‌های رسانه‌های اجتماعی تحت کنترل چین در تلاش هستند تا بر رای دهندگان در آلاباما، تگزاس و تنسی تأثیر بگذارند و در عین حال مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا را تحقیر کنند. دونالد ترامپ اعلام کرد که اگر در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا پیروز شود، در همان روز اول بزرگترین برنامه اخراج مهاجران غیر قانونی در تاریخ آمریکا را آغاز خواهد کرد. انتخابات رئیس جمهوری آمریکا 15 عقرب 1433 برگزار می شود. دونالد ترامپ روز یکشنبه 6 عقرب در جریان سخنرانی خود در نیویورک به مهاجران غیر قانونی تاخت و آنها را جنایتکاران شرور و تشنه به خون توصیف کرد. آقای ترامپ گفت در روز اول بزرگترین برنامه اخراج مهاجران غیر قانونی را آغاز خواهم کرد. من هر شهر شهرکی را که مورد تهاجم و تسخیر قرار گرفته را نجات خواهم داد. دونالد ترامپ پیش از این هم از مسئله ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکا برای نقد از کاملا هریس رقیب انتخاباتیش استفاده کرده است.